خانم تو رو خدا مواظب خودتون باشید. چه جای قشنگی بالاخره آوردمه. مهندس ناظر نیومد؟ نه نیومده بود ولی احضارش کرده بودن. اصلا ما به قاضی گفتیم همش زیر سر آقا بهزاده. لای خانم بنده خدا اصلا خبر نداره. شادی یه توپ داری اما دوست نداری. کوچه نداری، همسایه نداری. قهر هست اما آشتی نداری. یعنی چی؟ مگه نگفتی پوران خانم مقصر نیست بخشیدیش؟ آخه این طفل معصوم چه گناهی کرده؟ اگه بهزاد اومد اعتراف کرد چه گنده ای توی شرکت زده که هیچ. اما اگه لعیا یه شب فقط یه شب بازداشت بشه خونه زندگیشو با آتیش میکشم. این حکم رو تخلیه کار باره. تا یه ساعت دیگه هم وقت دارین که وسایلتون از اینجا بردارین. تا وقتی که مشخص نشه وضعیت این پروژتون تمام فعالیت‌های شرکتتون تا حالا تعلیقه. ولی من هیچ وقت مثل تو نیستم. من به شیوه خودم هم حل میکنم. من هیچ وقت عادت ندارم کسی مثل نوکر بهم برخورد کنه. تو رو خدا جسارت نباشه من این داری میگم. مادرتو نامو طبقه نشسته بود داشت این یه بچه گریه میکرد. بفرمایید. خیلی ممنونم. بفرمایید بالا. نه همینجا خوبه. اگه هست صداش کن. یه دو دقیقه باش حرف بزن. حسام جان. یه مادر پوران خانم اومده. کارت داره. اگه حرف خصوصی داری من برم تو اتاق. برای چی اومدی اینجا؟ حسام. میگم برای چی پاشدی اومدی اینجا؟ ایوا. خجالت بکش. این چه طرز حرف زدنه؟ اشکال نداره منصور خانم. همش اشکال فرون خانم. یعنی چی؟ تو چت شده؟ درست که حرف نمیزنی؟ الانم اینجوری؟ برو بیرون. ایوا. برو بیرون بهت میگم. میخوام چند دقیقه با تو حرف بزنم. من حرفی با شما ندارم. بفرمایید. مگه چه کار کرده حسام؟ خودش میدونه چی کار کرده. به خاطر اون پول؟ خب مادر گناه کرده بنده خدا. چند سال پولش در اختیار ما بوده؟ الان لازم داره پولشو. و شما ببخشید شرمنده. کجا میری؟ بیا ازش که عذرخواهی کن. نه نه بلش یعنی چی؟ بذارید هر وقت حالش بهتر شه به من زنگ بزن. چه رفته؟ من حالا خوب نمیشه. چی میخوای؟ همینجا حرفاتو بزن همینجا هم جوابتو بدم. یا قمر بنی هاشم بگو دیگه چی کار میخوای بکنی؟ همون کاری که باید میکردم. خواهم برم میشه واسپورس همه چی رو بذارم کف دستش. چی رو بگی؟ به بچه هم رحم کن. اگه شما به من رحم کردی بابام چه بدی در حقت کرده بود؟ برای توضیح میدم. توضیح باشه برای دادگاه. بفرمایید بیرون. هر بلایی میخوای سر من در بیار اما من رو دادگاه نفرست. حساب ماهان هنوز حبسالش تموم نشده. باید بفهمه مادرش چه جنایت کاری. اصلا نمیخواستم اینجوری بشه. از اولشم پشیمون شدم. نمیدونی توی این 8 سال چی کشیدم. چی کشیدی؟ شما که انقدر خیالت راحت بود سال بعدش رفتی ازدواج کردی بچه دار شدی. تازه یه چیزی هم بدهکاری؟ مگه چی کار کرده؟ پدر من که نوبتش داده بود به لیا. واسه چی باش همچین کاری کردی؟ به خدا به جون لیام نمیدونستم. اگه نمیخواست نوبتش رو بندازه آقا بازم به خودت حق میدادی بکشیش؟ خودمونش به خاطر لعیا بود. بس هم علکی نخور. زندگی ما مهم نبوده. پدر من بچه نداشته. کشتیش. برای چرا اومدی بازیمون دادی؟ چرا بعدش نیومدی بگی؟ فکر کردی ما کیم؟ یه مش آدم بدبخت بیچاره که فکر کردی با پول میتونی خفه‌مون کنی؟ به یه زن نگاه کن. داغونش کردی. 6-7 سال آواره خارج بودم. هر روز آرزوی مرگ کردم از لعیا بپرس. مادر بزرگم به خاطر فوت پدرم دق کرد و مرد. بعد دیگه پشیمونم.
پشیمو بودی اومدی پیش مادرم گفتی اگه جلوی کارای منو نگیره خونه زندگیمونو باید بفروشه بذاره کف دستت؟ ظلم اگه بچه‌ها ندونن مادرشون کی بوده و چی کار کرده. این تازه اولشه، فقط وایس تا ببین چه بلایی قرار سرت بیاد. چی کار کردی پورا خانم؟ چی کار کردی؟ اگه دروغه، اگه دروغه. کجا برم خانم؟ عرض کردم کجا برم؟ تحت تاثیر قرار داده و اخلاقیات درونی شما رو از بین در واقع بمونه. مثال فرض کنید شما حالتون خوبه؟ و بعدش عذاب وجدان داره یا داروی احساس گناه این مکانیزم بین نگه داره به وجود میاد که میخوایم بریم یه درمونگاه؟ آقای عدی، جناب سروان کجاست؟ الان توقع داری من به جواب بدم؟ نه، کار واجب باشون داره. کار واجب داری خودت بهش زنگ بزن. بریم. الو، سلام جناب سروان، خوبی؟ تشریف نداری؟ نه، اومدم یه چیز مهم بگم. پشت تلفن نمیشه، حتما باید ببینم تو. کجا؟ خونه پوران خانم چرا؟ آه. باشه، پس من منتظر میمونم تشریف بیاریم. خداحافظ. سلام. تو چرا جواب تلفن‌های منو نمیدی؟ این کارا چیه میکنی؟ حالم خوبه سلیه. حالت بدتر از منه؟ کجایی الان؟ گیرم یکم. همه مرژا رو پولوم کردن. تو مگه قول ندادی
نگفتی تو این مشکل تلاش من یه لحظه هم تنها نمیذارم. پاشو بیا شرکت. من مدیر شرکتم. منم بهت میگم همین الان پاشو بیا. الو. با جناب سروان صحبت کردی؟ آره الان باش تلفنی حرف زدم. اگه نکته چیزی داری بیا تو به خودم بگو. جناب سروان شاید کارش طول بکشه. موبایل تو تحویل بده بیا داخل. خطکش احمد آبادی رو برداشت. بهش گفتم من دیدم برو خطکشش رو بذار سر جاش. کار خوبی کردی آفرین. من هول دارم. دعوا که نکردین کردین؟ من شروع نکردم که. نباید دعوا کنیم میدونی که. آقا ناظم دید ما داریم دعوا میکنیم، گفت به مامانت بگو فردا بیاد مدرسه کارش. خیلی خوب نترس. یعنی من کار بدی کردم به نوروزی گفتم؟ نه عزیزم نه، ترس اتفاقی نمیافت. فکر کنم همسرتون خونن ولی پاسخی به ما نمیدن. اتفاقی افتاده؟ حکم بازرسی خونتون داره. برای چی؟ شما احیاناً از نوارایی که آقای رنجبر واسه پسرش ثبت میکرده مطلع نیستین؟ دنبال نوار میگردی؟ نه مطمئنی؟ نواره آقای رنجبر خونه ما چی کار میکنه؟ آقای سلیمی، میدونی که پنهان کردن مدارک و شواهد و عدم همکاری با پلیس جرم محسوب میشه؟ حالا چه عرض کنم؟ من حکم بازرسی منزله دارم، همکارم هم تو راه هم میان همه جا رو میگردن، جلو این بچه هم خوب نیست. بله، بفرمید. تو خونه فکر کنم پلیس، چون از این پیسی ما دستش. بفرمایید خواهش میکنم. Thank you.
عکس میگیره. نزن من. باشه. آره من دوست دارم. خانم مهندس. خانم مهندس. زحمت کشیدید. چه خبره؟ بچه های من زنج برم اومد. حواله کیه؟ همین مهندس مبارکتون باشه. کادوی اضافه حقوقی مرخصی نمیدونم. نه سلامتون هم کاری ما چه خبر دیگه؟ نظری چه روز خوبیه تولدتون؟ خوش بگذره بهتون. ممنونم از تو. خواهی چه زمان. مهندس داری میری فقط من نظری دیگه یک کیک بده بخوریم. کیک بده کنم مبارکی کنم. نه نده. نمیری پیش بچه ها؟ دو تا راه بیشتر نداریم. یا باید همین اول واحدا رو ازشون بخریم، پولشون رو بدیم که برن دنبال زندگیشون که اصلا چنین پولی نداریم. اون دو تا پروژه هم که پلم کرد. پلم هم نمی‌کردن، ما همه واحداشو جلو جلو پیش فروش کردیم. کلی تعهد و بدهی داریمشون. یا باید هزینه هاشون رو بهشون بدیم، فعلا برن هر کدوم یه جایی رو اجاره کنن تا ببینیم دادگاه چی میگه. حکم تخریب میده یا مقاومت سازی. با این آدمایی هم که من دیدم اصلا بعید میدونم چنین چیز رو قبول کنن. 6 ماه، 1 سال، 2 سال چقدر باید آلاخون والاخون بمونن تا تکلیف ملکشون معلوم بشه. لایو من نمیدونی امروز چه جوری باهم حرف میزدن حسام. فکر میکنن من دزد و کلاهبردار و عوضی ام. خواستم از عمد زندگیشون رو خراب کنم. به من میگن چه جوری این پولو از گلوت پایین میره. تقصیر من بود. اگه گیر نمیدادم. اینا رو نمیگم که تو ناراحت بشی. اگه تو گیر نداده بودی که من نمی‌دونم دو تا ساختمون چجوری می‌رفت فال. بعد وقتی گندش در میومد که 3 تا ساختمون داشتیم پر آدمای بدبخت. شاید هم هیچ وقت گندش در نمیاد. یعنی چی؟ نمی‌دونم. مامانت راست میگفت. از اول نباید میومدم تو این شرکت. این حرفا چیه میزنی؟ چه که حقوقمه. تو فکر می‌کنی پولای این شرکت حرومه؟ شبهه داره؟ نه من کاری نکردم که بخوام پول بگیرم. این مسخره بازی ها چیه حسام دوباره؟ مسخره بازی نیست. چرا اتفاقا مسخره بازیه؟ الان دارم فکر میکنم همه کارهایی هم که تو خارج میکردی مسخره بازی بود. تو تقی به توخی میخوره، یکی بهت میگه بالا ششمت ابروه به جای اینکه محکم وایسی ببینی چه غلطی باید بکنیم، یا قهر میکنی یا افسرده میشی یا فرار میکنی. آره راست میگی. همون زمان که پدرمو کشتن به جای اینکه قاتلشو پیدا کنم فرار کردم. بعدی همچین مردی قراره بشه شوهر آینده من؟ برای چی سر پروژه با مامانم قرار گذاشتی؟ چی کار دارین شما دو تا با هم؟ چی میگین به هم؟ از خودش بپرس. تو هم اضافه شدی به مامانم؟ تو همین رفتارات شروع شد؟ مامانم کم بود آخه. چیو داری از من قایم میکنی؟ اگه چیزی در مورد منه به منم بگین. اگه در مورد ازدواج منه خب خودم هم حق دارم بدونم. ما قرار نیست با هم ازدواج کنیم. از اولش همین تصمیم اشتباه بود. یعنی چی؟ باید تمومش کنیم. خداحافظ. میشه بپرسم این نوارات خونه شما چیکار میکنه؟ در مورد پیوند کبد بابای اجازه بدین ایشون خودشون خوب میدونن من راجع به چی صحبت میکنم. لطفا آماده بشین. من بیرون منتظرتون هستم. تشریف برین اداره. شما که گفتیم مسئله مهمی نیست. بالاخره چند تا سوال که باید ازشون بپرسیم. سلام. سلام خانم. احدی با یه همکار خانم پشت بیا اینجا. فوری ها. امروز همشون اومده بودن ریخته بودن سرم. بعد نیست دو روز دیگه هم بیان در شرکت رو پلم کنن. وقت من میمونم و یه گندی که اصلا نمیدونم من مقصرشم یا نه.
نه دیگه حسام حاضر کمکی بکنه، نه اون بهزاد بیشرف چیزیو گردن میگیره. شما که این خیالت نیست، لاغر به من بگو اینجا چه خبره، من بفهمم چه غلطی باید بکنم. میشنوی مامان؟ دارم با تو حرف میزنم، آه من رو نگاه نمیکنی؟ برای چی پریشب باشدی با حسام سر ساختمون قرار گذاشتی؟ چی برگشتی بهش گفتی که اینقدر ناراحته؟ برگشتی من میگه برو از مامانت بپرس چرا باید دور منو خط بکشی؟ با تو هم مامان جواب ندی چی درسته میشه؟ حرف نزنی چیزی درسته میشه؟ حرف بزن بس دیگه، بلش کن، داری دیوونش میکنی. هورا برو پایین، برو پایین. کجا بره؟ برو پایین. هیچی نمیگی، بسه. حال میشه منم باهات بیام؟ نه قربونم، دارم من زود برمیگرد. چیزی نیست، برو.
خدا یه کاری کنم شب مامان آزاد کنم ببریمش خونه. مامان کار شخصی شما آزاد خیلی ببخشید بالاخره تکلیف پرونده خانم من چی میشه؟ صبر داشته باشیم بهتون اطلاع میدیم. لااقل بهمون بگین کجا بردینش. خانم بفرمایین فردا تشریف بیارین. الان رئیس کل موافقتون الان کجاست؟ موافق که این موقع شب تشریف ندارم. فقط جناب سروان هستن. شما برین فردا صبح بیاین. خب شما مامان منو بی خود و بی جهت گرفتین. اسم قاتل دارین میذارین روش. بعد به همین راحتی میگین بریم فردا صبح بیاین. خانم آروم باشین. خانم مستور تشریف بیارین. جناب سروان مامان من که کاری نکرده برای چی گرفتینش آخه؟ اجازه بفرمایید خودتون رو کنترل کنید. اجازه بدیم ما به کارمون برسیم. شما یه لحظه به حرف من گوش بدید. ببینید من اونجا بودم، ایشون اونجا بود. اصلا آقا صابر هیچ کی دنبالش نبود، خانواده‌اش نیومده بودن. ما کمکش میکردیم، ما کنارش بودیم. بعد شما دارین میگین مامان من کشتتش؟ اجازه بدید من حرف بزنم. مادر شما خودش اعتراف کرده. چی اعتراف کرد؟ به قتل آقای صابر رنجبر با ذکر همه جزئیات. خانم من رعایت حال شما رو میکنم، لطفا شما مزاحم کار من نشید.
وایسا. بر چی منو میپیچونی؟ اینقدر پا نشو بیا اینجا تو این وضعیت. چرا هرچی بهت زنگ میزنم جواب نمیدی؟ کار داشتم. خب گفتم بهت زنگ میزنم امروز. چی شد آخریز؟ هیچی، همه پروژه ها رو پلم کردن رفت. خیلی خوب، بشین. بذار احساساتی نشی، خریت کنی بری چیزی رو گردن بگیری، بدبختت میکنن. اگرم اومدن بهت گیر دادن، من هیچ سنمی با تو ندارم. گفتم چیز ارزون بی دلیل نیست، با این مهندس بی سواد کار نکن. نگفتم؟ پوران گرفتن به جرم قتل. قتل کی؟ چرا هیچی به من نمیگفتی؟ به من چه که بگم؟ من خیلی چیزا از آدمای دیگه هم میدونم، همه رو باید بیام به تو بگم. اون خانواده حقش نیست، پوران گناه داره. دو چند وقت پیش که پوران خانوم حق تو و باباتو خورده بود. آره خب آره، اصلا فکرشم نمیکردم ولی کار به اینجا بکشه. بابا زندگیشون اینا داره از هم میپاشه. لحیا، این ماجرا با من و تو و این ساختمونا هیچ ارتباطی نداره. تو باعثش نشدی که بخوای خودتو سرزنش کنی. یعنی واقعا همچی کاری کرده؟ نترس، نهایتش قتل شبه حمله، اعدامش نمی کنن. تو لوش دادی. آره تو لوش دادی. من رو چی باید همچی کاری بکنم؟ چرا؟ زن میزدی تهدیدش میکردی؟ تهدیدش میکردم که تو شرکت به تو گیر نده. بعدم که کوتاه اومد کاریش نداشتم. اصلا میخوام بدونم تو این ماجرا رو از کجا میدونی؟ اصلا برای چی اول باید به تو شک کنن؟ چرا اول باید بیان تو رو بگیرن؟ قبلنا کمتر از شما به من نمیگفتی؟ پررو شدی ها؟ حواسم ها؟ ولی برس کن، من هیچی حالیم نیست. هرچی میدونی باید بهم بگی. آیه بهزاد خان، اگه به فکر خودت و باباتی، بیشتر از این همش نزن. بابا نصیحتی که باید بهت بکنم اون کردم. امروز نرم مدرسه؟ نه بابا نمیشه. مامان دیشب کجا خوابیده؟ شیرتو بخور زودتر ببرمت مدرسه. من میخوام مامانو ببینم. نمیشه بابا. چرا؟ چون که شاید دوست نداشته باشه تو این حال ببینیش. ببین یه اشتباهی پیش اومده، ما میریم صحبت میکنیم زود درش میاریم. پلیس چرا مامانو گرفته؟ گفتم که اشتباه شده، مامانت هیچ کاری نکرده. حل قضیه، میاریمش بیرون. بخور باباشو، بخور. Ah!
6-7 سال نشستم گوشه این خونه، فکر و خیال. حسامم الان کجای این دنیای بیدر و پیکره؟ داره چه کار میکنه؟ غذا چی میخوره؟ نکنه خدایی نکرده یه بلایی سر بچه‌ام بیاد؟ نکنه مریض بشه و کسی نباشه بالا سرش؟ دلش که میگیره چی کار میکنه؟ غمخوارش کیه؟ چشمم به این در سفید شد. دم به دقیقه میرفتم در خونه رو باز میکردم، هی تو کوچه رو نگاه میکردم. میدونستم خب بخوای بیای قبلش یه خبری چیزی میدی حتما، ولی باز دست خودم نبود که. مادرم، فقط یه آرزو داشتم قبل اینکه سرمو بذارم زمین، یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه بچه‌مو ببینم. روزی که داشتی برمیگشتی انگار خدا دنیا رو بهم داده بود. گفتم دیگه تا آخر عمر نمیذارم آب تو دل بچه‌م تکون بخوره، نمیذارم خم به ابروش بیاد، خودم زنش میدم. نشد. حسام یه صبونه بخور. تقصیر شما نیست ماما. چی؟ میدونم داری به چی فکر میکنی. چرا؟ تقصیر منه. تقصیر من ساده دل خوشباوره که هرکی هر چی میگه قبول میکنم. من تو رو به این روز رسوندم. این حرف رو نزن. بابات سر حرف من با مختاری شریک شد. تو سر حرف من رفتی خارج. فکر میکردم پوران خیر و صلاحمونو میخواد. حالا که فکر میکنم میبینم همش دروغ بوده. من خیلی ساده بودم. این سالها یه چیزی تو فکرمه که ولم نمیکنه. عصبانی بودم، نفرت داشتم، میخواستم انتقام بگیرم اما نمیدونستم از کی. همش دنبال کسی بودم که باعث این اتفاقا بوده. حالا که اون آدم پیدا شده نمیدونم باید چی کار کنم. هیچ کاری از دستم بر نمیاد، چون کسی این کارو کرده که از همه به ما نزدیک‌تره. شرم